27 فروردین 97 در 90مین سال روز تولد نادر جهانبانی بر سر مزار این دلاور مرد سرزمین ایران، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزدش، هیچ چیز بهتر از این نیست که با حاج حسین. بله، چه افتخاری از این بالاتر که آدم آسیستان نادر جهانبانی باشه، اونم دوران خدمت. بله، حاج آقا خاطرات بسیار خوبی رو دارن از نادر جهانبانی که الان زیر بارونه، شاید اینجا یا شاید هم رفتیم ادامهشو تو ماشین. من تا 21 بهمن 1357 آخرین روزی که با تیم سار بودم، یعنی روزی که یعنی 22 بهمن انقلاب شد، 22 بهمن انقلاب شد، 22 اسفند نادر جهانبانی رو اعدام کرد. بله، 21 که به اصطلاح بهمن ماه من از به ایشون گفتم که تیم سار اجازه بدید من بمونم، گفت نه شما برو. اون موقع هم البته ایشون دو تا آژودان داشت، یکیش سروان چابک بود، یکیش هم صدفانیار سیروس بود که همه کار صدفانیار سیروس بود در حقیقت. بعد به من ایشون گفت که شما برو. هیچ وقت فراموش نمیکنم، ایشون فوق‌العاده مرد بزرگی بود. چند وقت باش بودی آجا؟ من 7 ماه با تیمسار بودم. به حضورتون عرض کنم که تو این 7 ماه خب خیلی اتفاقات افتاد. ما خب میدونید که هفته 2 روز کاخ سعدآباد بودیم، معمولا چهارشنبه ها حتما اونجا بودیم، یه وقت شنبه ها میرفتیم. به حضورتون عرض کنم که 40 سال گذشته، خدا رحمتش کنه. من هرچی از این مرد دیدم ادب بود، هرچی به من یاد داد ایشون ادب بود. ایشون چهارشنبه ها پرواز داشت، ما میومدیم به اصطلاح فرودگاه مهرآباد از دوشان تپه، یه هواپیما برانزا بود، یه وقتا با ماشین میومدیم، یه وقتا با هواپیما برانزا. ما به اتفاق تیمسار می اومدیم، اگه خلبان بود اون بغل من پشت میشم، صندلی عقب میشستم، اگه نبود همون جای خلبان من میشستم، تیمسار پرواز میکردم، می اومدیم فرودگاه مهرآباد. من توی همون دیسپچ، همون ایر سرویس و ایر پارس و ایر تاکسی فکر مونم، آقا انوش هم اونجا تشریف داشتن، من اونجا می ایستادم، اینا میرفتن تیمسار با هواپیمای F4 میرفتن. چهارشنبه حدود 1 ساعت هر هفته ایشون پرواز داشت. این چیزایی بود که ما تو این 7 ماه با ایشون بودیم. فوق‌العاده سوارکار ماهری هم بود. بله، ایشون 4 تا اسب داشت، اگنت اوتفیل، ویدودی و ویندوز. تو همون منزلشون تو مانژ سوارکاری اونجا بود. بعد معمولا ماه اردیبهشت، چون باز چیز بوده فکر میکنم، حالا یا برج 3 بود، می اومدیم نوروز آباد یه مسابقه هم میذاشتن، خود تیمسار هم می اومدن اونجا و کار سوارکاری میکردن. خدا رحمت کنه. بله، خدا بیامرزه، خدا رحمت. و امیدوارم روزی فرا برسه که کسانی که این بزرگ مرد و سایر بزرگ مردان و نوابغ این سرزمین رو به راحتی اعدام کردن یا به راحتی کشتن، روزی به سزای اعمالشون برسن. بله، روحشون شاد، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزه. بله، تنها چیزی که تونستن بهش بچسبونن این بود که عامل فساد. نه نه نه، ما خدا میدونه توی 7 ماه چیزی ندیدیم که فساد بهشون بچسبه. اصلا لحاظ اخلاقی ویژه بود، واقعا ایشون از نظر اخلاقی ویژه بود. حضورتون عرض کنم که یادش گرامی. رابطهش با زیر دستاش چطور بود؟ ببینید، اون موقعی که من این 7 ماهی که من خدمتیمشون بودم، خب خانوادهش نبودن، ایشون دوتا خدمتکار داشت، نلی و ماریلو، اینا خدمتکارهای تیمسار بودن، فوق‌العاده احترام خاصی برای اینا قائل بود. یه وقت من می اومدم به من میگو حسین چیزی میخوای، یه آشپزی داشت به نام گرام، میگو حسین چیزی میخوای به گرام بگو، به اینا چیزی نگو. فوق‌العاده بود، یعنی چی رو میرسونه؟ هیچ کشوری این نوابق رو به این راحتی از دست نمیده، منتها ما
متاسفانه چنین نوابقی رو، چنین بزرگاری رو به راحتی از دست دادیم. امیدوارم این اتفاق در تاریخ ایران دیگه تکرار نشه، از دست دادن همچین نوابقی. خیلی ممنون حاج آقا، قربون شما، لذت بردیم از مصاحبت با کسی که افتخار داشته در کنار نادر جهانمانی بوده. امروز هم روز تولد نادر جهانمانی، اگر زنده بود 90مین سال روز تولدش رو جشن می‌گرفت. خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزش، رحمتش. هر کی این فیلم می‌بینه برای شادی روح تیمسار نادر جهانمانی علو درجات رو در نزد پروردگار آرزو کنه. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. متشکرم.